بینندگان عزیز، هموطنان قدرمند، السلام علیکم. امیدوار هستیم که جور و صحتمند و سرحال باشین. بینندگان عزیز، خداوند را سپاسگزار هستیم که باز فرصت به ما داد که با تقدیم برنامه پنجره اروپا با یک مهمان جدید، با یک هموطن آوازخان ما از شهر هامبورگ به طور مستقیم در خدمت شما قرار داریم. دوستای عزیز، امشب برای شما برنامه موسیقی داریم و اکبر جان یما را که چند ثانیه بعد کمره روش کت میشه، ما برای شما بیننده های عزیز معرفی میکنم. آوازخان امشب برنامه ماست اکبر جان یما و پنجره اروپا. بسیار زیاد خوش آمدین. تشکر از شما و تمام کارکنان برنامه پیام افغان. از هم اولتر سلام های خود خدمت تمام بینندگان عزیز و کارکنان پیام افغان تقدیم می کنم. تشکر، لطف کردین. بینندگان عزیز، در مورد اکبر جان یما اینقدر بگویم که اکبر جان یما از جوانهای مهاجر افغان است که در شهر هامبورگ از مدت چند سال زندگی دارین؟ تقریبا 18 سال. 18 سال. جوان بسیار نیکنام است. این لطف خداوند که یک از شهرت خوب گفته نمیتونیم، از محبوبیت بسیار خوب برخوردار است. همیشه در علاقات افغانی، خصوصا در بین جوانا، کسایی که خوشدار موسیقی و آواز هستند، طرفدارای اکبر جان یما زیاد است. ولی یک واقعیت است که اکبر جان یما بار اول است که خود میخواد در برابر یک آزمون قرار بده. در عقب کامره تلویزیون آمد، با پنجره اروپا آمد تا این هنر خود با شما هموطنهای عزیز هم در میان بگذارد. درست است؟ تشکر. بر صورت بینندگان عزیز، برای از اینکه بیشتر با آواز اکبر جان یما، طرز خواندنش و سایر موضوعات را که ارتباط میگیره با زندگی هنری اکبر جان یما، البته اگر خودشان هم موافق باشه، بعد از اینکه یکی دو آهنگ شما را بشنویم، حتما سوالای از شما هم خواهد داشتم اکبر جان یما. ولی در برنامه امشب باید یادآوری کنم که سنی جان در قسمت طبله اکبر جان یما را همکاری میکنن. خب اکبر جان، از موسیقی شروع کنیم، درست است؟ بله، بفرمایید. کدام آهنگار روی دست گرفتی امشب؟ آهنگای مختلف انشاءالله خواهد خواندی. آهنگای مختلف از آهنگای پشتو، فارسی، غزل، هندی. بسیار خوب. خب ما در آغاز برنامه برات گفتم که به مو شکل که خودت بسیار آزاد باشی، خودت بله. قید احساس نکنی، بله. برنامه به دلت باشه، تا ما یک جوابگویی بسیار زیاد هم در مقابل بله. خوصا همکارا و مسلکایی که در هامبورگ هستن دارم، تا تو بسیار از این برنامه راضی باشی، زنده باشی، با مو هر شکل که دل خودت باشه میتونی که آزاد بخونی. ما بیشتر بیننده های عزیز دوستدارای آوازت هم روی خط میارم که تا اونا هم در مورد موسیقی و آواز تو زندگی و نرید هم سوالی داشته باشه. تشکر. درست است؟ بخشیم. پس بیاین از موسیقی آغاز کنیم. اولین آهنگ میتونین که تقدیم بیننده های عزیز کنین، بازم یکی دو سه آهنگ میتونین بخونین پای هم، تا شما هم داخل ریتم موسیقی تان شین. بعد از او باز ما بیننده های عزیزم بر روی خط میارم که نظریات اونا رو هم داشته باشم در قسمت اونر شما. بله، تشکر. شنیدم که هزمه
سفر کرده ای تو تمنای سارے دیگر کرده ای تو شنیدم که حزم اگر تو نباشی چی گویم با گلها چی گویم با ماتا چی گویم با دریا اگر تو نباشی چی گویم با گلها چی گویم با ماتا چی گویم با دریا کی بی تو بتاب کی بی تو بتابت نہ خورشید و نیما تمنائے سارے دیگر کر دئے تو شنیدم کہ حز میں سفر کر دہی تو تمنا اشارے نگر کر دہی تو شنی دم کے آئے اینا وقتی که دلیلش فهمیدم چرا محبوبیت داری بخاطر که مقبول میخوانی نباشه تشکر یک کمک با اینجا نو معرفی شدیم با دیگر رو قدر زیاد تمرین ندارم چون یک چند مدت کوتاه است که ما با هم دیگر کار میکنیم میشم شد تقریبا یک دو جلسه شدیم تا حالا با هم امکان داره یک سلسله سکتگی های در موزیک رو بده به خاطر که ما نابلد هستیم به توکل به خدا عذر معذرت بپذیریم بیاین همه طور همیجر جایی بجای آهنگ دومتانم که گانگ پشتو گفتن هست بله. از استاد خیال محمد او را با هم میبینیم زنده باشیم با هم میبینیم و میشنویم تا
چی نظر می پی حالا تو دا دنیا شو پی انجام دخ پلے مین جلا راشی زد وقت دی تورش پو تھورو تیارو کے پولے اوخ کے بلوم چھرا ناشی او ملو بزے او زلف مارا نسل او ملو بزے او زلف مارا نسل چنش قدم دی دنیا دے پالو گانو سر او ملو بزے او زلف مارا نسل جفا کوے خفا نیما خیر دکھ ماسر جفا کوے خفا نیما خیر دکھ ماسر جفا کوے خفا نیما دغ دستور مچ اغزیب دی گلان سر دغ دستور مچ اغزیب دی گلان سر چنش قدم دی دنیا دے پالو گانو سر قوم لو بے زیغو زلف مارانو سر شکا ماد دی دخپل زڑگی لاج کلو بے شکا ماد دی دخپل زڑگی لاج کلو بے شکا ماد دی دخپل زڑگی لاج کلو کوی حلاج دی دنیا دے طبیبانو سر کوی حلاج دی دنیا دے طبیبان سر چنش قدم دی دنیا دے پالو دانو سر کھو ملو بے زیغو زلف مارانو سر کھو ملو بے زیغو زلف مارانو سر چنش قدم دی دنیا دے پالو دانو سر آهنگ سیوم یا خواندن اندیس بجازه شما हमें तुमसे प्यार कितना हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार कितना हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना हमें इंतजार कितना हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना Thank you.
سنا ہم جدائی کا جتاتے ہیں لوگ جانے زندگی کیسے بتاتے ہیں لوگ دن بھی یہاں تو لگے برس کے سما ہمیں انتظار کتنا ہمیں انتظار کتنا یہ ہم نہیں جانتے مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا ہمیں تم سے پیار کتنا ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا سنبھلتا ہے دل کیا کیا جتن کرتی ہے تمہیں کیا پتا ہمیں انتظار کتنا ہمیں انتظار کتنا یہ ہم نہیں جانتے مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا ہمیں تم سے پیار کتنا ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا تشکر. قابل توجه علاقمندان هنر، اولین فیلم مشترک افغانستان و آلمان با هنرمندی و هنرمند محبوب افغانستان قیوم، هین لاوتباخ و جسیکا هانا به نام ماس دیستراکشن تهیه و آماده نمایش می باشد. این فیلم جذاب در فستیوال فیلم کن فرانسه از بهترین فیلم ها شناخته شده و موفق به اخذ 4 ستاره گردیده است. جهت خریداری فیلم ماس دیستراکشن به شکل DVD، بلوری و سبودی به زبانهای آلمانی و انگلیسی به فروشگاه های زتون و میدیا مارکت به وبسایت های تالیا، کلاب برتلسمن و تمامی ویدیوتک های آلمان مراجعه فرمایید. شما می توانید برای خرید عمده فیلم ماس دیستراکشن با تلفن 4940-642-2394، شماره فکس 4940-642-2395 و یا ایمیل kayumfilms@web.ee تماس حاصل فرمایید. قیوم. خب بینید آقای قدرمند، شما نگرنده برنامه پنجره اروپا سین از شهر هامبورگ. اکبر جانی اما آوازخوان برنامه ما بود که 3 آهنگ بسیار مقبول تقدیم کردن. در آغاز برنامه برای معرفی مختصرشان قدر گفتم که اکبر جان یما از جوانای آوازخانه است که در شهر هامبورگ زندگی میکنه. تلفن شما سب یک کمک ناراحت است. بیننده محترم میتونین شما صحبت کنین؟ خب به هر صورت بله بفرمایید، شما روی خط هستین. بله بله قربان. بفرمایید شما صحبت کنین که کم لاینتان درست نیست، یا دوباره زنگ بزنین لطفا یا صحبت کنین. خب ببینید آقای قدرمند، اکبر جان یما را گفتیم که جوان هست که اولین بار از طریق تلویزیون خواستن که هنر خود برای بیننده های عزیز هموطن های قدرمند خود با نمایش بگذارن تا قضاوت هموطنهای عزیزم داشته باشیم. پس من دیگه سوال از شما نمی کنم، به اجازه شما یک چند تلفن برتان میگیرم. درست است؟ درست. بله بفرمایین، شما روی خط هستین پنجره اروپا. بله بفرمایین. بله بفرمایین. بله سلام علیکم. سلام علیکم سر. معامل در بفرمایین پروگرام لایف هستین؟ لایف هستین سر. خود معرفی کنین، سوال کنین. نام حسیب است، از شهر فرانکفورت زنگ زده، میخواستم در باره امی بچگه میخونه کم صحبت کنیم. در مورد اکبر جان یما بفرمایید صحبت کنیم.
بله؟ بفرمایید صحبت کنین. میخواستم که بگویم که بچه چقلق میشه موسیقی میکنه. شما چه مدت است که؟ تقریبا مدت حتی به شکل درست مدت 7 سال 8 سال میشه. قبلا هم یک موسیقی میکنم ولی 7 سال 8 سال میشه. 7 سال 8 سال. بله. خب بسیار خوب. و از خود استاد داشتن یا نه خودشان شوقی میخوانن همین رو میخواست؟ بله ما پیش استادای مختلف دیگه رفتیم، از هر استاد یک چیز را یاد گرفتیم. 3 هفته قبل پیش یکی از دوستام یک استاد از کلکتا آمدم به نام امید چکرواتی، چند بار من پیش از او رفتم 3 جلسه، باز چیزها را از اونها یاد گرفتم. بسیار یعنی مقصد ما آسف کفایت میکنه. شما دیگه 2 سوال کردین، تشکر. دیگه ببینین دوام روی خط هستن. خب همین سوال عزیز بیننده ما باعث از این میشه راستیام که شما یک مقدار در مورد ای که چه رقم به موسیقی علاقه گرفتین کمی بیشتر صحبت کنین تا از این صحبت شما هم بعضی سوالا جواب داده شود. بله من مدت تقریبا 7 سال لا 8 سال میشه که به صورت صحیح قبلا من موسیقی میزدم. یک 10 سال 12 سال پیش هارمونیوم می نواختم، بعضی خواندنا را که از اولین خواندن بود، از خواندن هم از ظاهر شروع کردم که خواندن هرگز بود دیگه. بله اینا شروع کردم شوقی و آماتور شروع کردم. بس خواندن هم از ظاهر ابتدا می خونم، پس اونها بس یک مدت از موسیقی دور رفتم دیگه. موسیقی نکردم. باز حال مدت یک 5 سال میشه یا 6 سال میشه که کم کم پس شروع کردم و پیش استادای مختلف دیگه. یک هفته پیش یک استاد یکان چیز یاد گرفتم، بعدا با یک استاد دیگه بود پیش از او رفتم چند وقتی، یعنی کدام استاد مشخص نداشتم که به حساب یک استاد. بله و قدر ما باید اضافه کنم، گفتم هم در آغاز برنامه که اکبر جان در محافل بعض محافل شخصی افغانی میخوانن. برسرد بازم یک چند تلفن برتان میگیرم. بله بفرمایید بیننده گرامی، شما روی خط هستین. بله بفرمایید، شما روی خط هستین. سلام برادر گل. سلام افشیرم، خوب هستین؟ کالیفرنیا سان دیگو گپ میزنم. نام خدا، این از راه دور زنگ زدین. من یک خواهش دارم. بفرمایید. از همین برادرای محترم و خواهرای محترم ما که اظهار نظر میکنن درباره هنرمندای جوان ما، بله. یک کم اگر ادب و احترام در نظر بگیرن و محترمانه تر صحبت کنن بهتر نیست؟ بسیار نظر معقول است. بله که به این زیبایی میخوانن، بله. چقدر آواز مقبول دارن و در نهایت اقلیت خود در میراج میرساند. اگر ما نمیتونیم اینا رو تشویق کنیم، حداقل بتونیم به یک نام احترام آورتر محترمتر هم نایشان صحبت کنیم، هم برای خود یک احترام بخشیدیم، هم ارزش خود نشان دادیم که ما هم مانند دیگه مردم جهان هنر پرور مردم هستیم. ولو اگر خود ما چیز یاد نداریم، اما برای جوانهای خود حداقل یک کم محبت میتیم. فکر نمیکنید؟ بسیار نظر معقول است. اما گفته بسیار مشهور است میگه مرد تا سخن نگوید عیب و هنرش نفته باشد. تشکر خواهر گرامی، چون بسیار بیننده روی خط هستن، وقت ما هم زیق است. نظر شما بسیار لطف کردین که از سان دیگو مقبول از ساکرامنتو. در کجا زندگی دارین؟ در سان دیگو؟ بله من به سان دیگو زندگی بسیار دارم. بسیار خوب، بسیار واقعا آواز از جوان بسیار مهذب و اقدر لذت بخش و خوشایند بر ما بود که من فکر کردم بچه خودم است که میخوانم و واقعا لذت بردم. تشکر، لطف کردین، مهربان، لطف کردین. خب یک تلفن دیگر هم برتان میگیرم. یکی دو تلفن دیگر. بله بیننده گرامی بفرمایید، شما روی خط هستین. السلام علیکم آقا ایران. السلام علیکم صاحب. خدمت شما و برادر عزیز ما. کمک آوازتان کم انرژی میاد، دلیل تکنیکی است یا دلیل صحی است؟ مقبول میخونه. بسیار خوب، مقبول دارم، ما تشویقش میکنیم. ای کاش که در کشور ما به جای عوضی که به موسیقی چی میکنن به سیستم تکنولوژی، به سیستم علم، به جای یک پروگرام از همین تلویزیون میماند دیجی رقص. پسر من میگه پدر کاش که میبود دیجی درسم که میبود در پولیش زیاد به تن ما پیشرفت میکن. خدا کنه جوانای ما به درس همی چی کنه
ما طرفدار موسیقی هستیم. خدا شما را جان جور بده. تشکر لطف کردین. تا جایی که من خبر دارم اکبر جان یما بسیار یک جوان زحمتکش هم هست، 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت در روز کار میکنه، همینطور هستیم. بله. و در پالیش موسیقی خودم بسیار موفقانه پیش میبره. به هر صورت بیاین که بازم از شما موسیقی بشنویم. بازم باز بینید داره روی خط برتان میارم. ما فقط فعلا اگر انجینر صاحب شریفی یک آگاهی رو میتونن پخش کنن یا دقایق بعدتر، بر صورت بینید ها خو زیاد است نام خدا، تلفن هایشان هم نظریات مختلف و سوال های مختلف، ولی در هر حال میخواییم که چون تعداد علاقمند های آواز شما زیاد هست، اونا هم بیشتر میخواین از شما بشنون، بفرماین یکی دو آهنگ دیگه هم بخوانیم به ذوق خود هر چی که میخوانیم. همگی به یه آهنگ آشنایی دارن، من خودم از زبان مولا جان محبوب شنیدیم. این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست، این خاک وطن نیست، این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست، این خاک وطن نیست، این خاک چی زیباست ولی خاک وطن نیست، این خانه من نیست. این خانه من، این خاک
چی زیباست ولی خاک وطن نیست این خانه من. ای کاش وطن تا من از این غم بدر آیم این غصه سر آیم. ای کاش وطن تا من از این غم بدر آیم این غصه سر آیم. اینجا چی کنم ملک من خانه من نیست این خاک وطن نیست این خاک وطن نیست این خاک وطن. تشکر. کابل نام پر افتخار در تاریخ سرزمین آبایی ما افغانستان. هموطنان عزیز، رستوران کابل در قلب شهر آمبور اشتایندم شماره 53 همه روزه با سرویس غذاهای لذیذ افغانی به شکل بوفه با کارکنان مجرب از شما پذیرایی می کند. کابل رستوران همه فرمایشات شما را در شهر آمبور و شهرهای اروپایی می‌پذیرد. دای قدرمند، شما نگرنده برنامه پنجره اروپا از شهر هامبورگ جرمنی هستین. جوان بسیار با استعداد اکبر جان یما آوازخوان بزم ما است. روی خط یک آوازخوان بسیار خوب دیگره که وی جان کوچی هست و او هم بسیار مقبول میخوانه روی خط داریم. وی جان کوچی بسیار زیاد خوش آمدین به پنجره اروپا، اناله میتونین که صحبت کنین. تشکر میکنم از شما و سلام خواهی خدمت برادر عزیزم دوست گرامی اکبر جان یما تقدیم میکنم. خواستم بدین وسیله برش چند نکته بسیار اساس یادآوری کنم. من از کسی که در موسیقی یک در اکشیشتیم هنرمن نیستم یا کمک آواز میخوانم، اما بفرمایید مسئله است که باید با اکبر جان یما برش بگویم که در متوجه باشن رای گرفتن بسیار رای خوب است، منتها چند چیز باید توجه کنن. اول که مثلا استاد شدن رو میخوانن و بسیار مثل ازیز کسی که اینا رو بزور آورده باشه. ما بزور آورده میشن سید میگه آروس بیادر جان بزور آورده میشن. خب بیاین آقای کوچی باشین که فقط سر موسیقیشان سر آوازشان شما چی کنین؟ آوازش هنوز آوازش کار داره، زحمت باید بکشه، تمرینات آواز بیشتر گفتن استادای بزرگ نامش را گرفتن. در خودم و جرمنی مثلا ما شما کستیم در شهر آمبورگ دوست عزیز بسیار گرامی استاد خوشحال جان محترم سازنده است اینجا است، برادر شان هستن اونجا. اول تا زمانی که تا پیش استادای افغانی نانران سیستم افغانی یاد نگیرن دوازخانی موفق نمی باشن. اول کوشش کنن که آهنگای بسیار ساده و بسیط برای خود انتخاب کنن، آهنگای مغلق و پیچیده و که مثلا ادا کردنش بسیار مشکل است از او صرف نظر کنن. بنابراین توصیه من به جوان نازنین است که فقط زیاد تلاش کنه در قسمت تربیه آواز خود و همچنان هیچ کدام مسئله نیست، پیشری هم وطنهای عزیز خود قرار داره، همگی با ذوق و شوق گوشش میکنن و خانه‌های هر هنرمندی که باشه اگه اشتباه و سهم خطای از نگاه سر لایگه پا میشه جای تشویش به خود رو نتن، به خاطر دیگه کدام فیستیوال نیست کدام چیز نیست. بسیار گفتیم به آلمانا لوکا بین پشت چیز مایک حاضرشان بشینن و بخونن با چی رایه که بشاش خود چون جوان هستن. یک بار تشکر وای جان کوچی بسیار لطف کردین. اکبر جان اما فطرتا جوان آرام است اما بسیار خونسرد است، ولی تیپشان همه طور است خانی است که صحبت کردن نرمال است. در آوازخانی باید تندازی زیاد کوشش که از احساسات بسیار همتو خوب استفاده شد، مثلا خواندن با احساس خوانده شد. تفاوت صحبت نرمال و آوازخانی هم است که در صحبت آرام نرمال صحبت میکنه و در وقت
وقتی که آواز میخونه با الفاظ عشق میگه ورده و با الفاظ مثلا بازی میکنه، مثلا با قسمش بسیار زیبا و را از انجری خود خارج میکنه تا مورد توجه دوستا قرار بگیره. فقط توصیه میز زحمت بکشه. تشکر آقای کوچی. خوب از چون جوان بسیار انوز بسیار جوان است، از مستقینت است، مستقی بسیار یک کار خوب است، یک مصروفیت پالی کار رسمی که میکنن زحمت میکشن، یک کار که بسیار یک مصروفیت بسیار مفید و خوب است. فقط اگان آرزوی نیست که جوانایی که من میخوانن عجله نداشته باشن که از زودتر مثلا من زودتر در تلویزیون آزارشن. ایداخ شما بزور آوردین، شما قصد بگفتین نه شوخی کردیم. تشکر آقای کوچی، لطف کردین، مهربان. ما انتظار شما ولی شما را باز برزا انشاءالله خودتان خواد آمدین. ما هم بخیر کلان دارم، حتما من بشه اما تنها وقت برشان خواد. بله ای خواب کوشش میکنم، ما کدام چیز یاد نداریم. مثلا ما اکبر جان باری نمیتا استا ما آورده مایستیم که بسیلا دم کنج خانه و مسافری دیگه مصروفیت پیدا نشد به واسه که دیگه مصروفیت های ناسالم ها بگیریم. یک مصروفیت سالمه که موسیقی است، ای هم میتونیم امو خود تداوی کنیم، هم بعض اوقات اگر بتونیم خدمت به مردم خود کرده باشیم. بیا باز آقای جباز ما خودت یک زور میزنیم. او چه که در محفلا خواندی خطت جداست. بازی جباز باز کردت مالو. تشکر، لطف کردین. دوست و نموز که تره بگیریان. لطف کردین. تشکر آقای کوچی گل. ما انتظار شما واقعا شما هم مقبول میخوانین. شب بسیار مقبول پیش بردین. از شب یک شنبه گذشته بود فکر میکنم. بسیار شب مقبول بود، بسیار مقبول خواندین. در مورد موسیقی شما طرز مقبولی را که شما از استاد حاجی هماهنگ میخوانین، حال اگر ما بگویم اضافه است به خاطر که غیر از همشهریای آمبورگی و اروپایی یک تعداد از بیننده ها با موسیقی شما آشنایی ندارن، پس مگذاریم این صحبت ها را به شبه که بخیر ما و شما اینجا به یک مساف بشینیم. تشکر، لطف کردین، مهربان. خب بخوان جانم، بسیار مقبول میخوانی و به رقم خود بخوان. یارب چی خوش اتفاق باشا گر با منتش تیاغ باشا گر با منتش تیاغ باشا گر با منتش تیاغ باشا ماه مونوا یه
به نوای مای مو نوای به مای مو نوای به نوای بسم الله در حریف مای بسم الله در حریف مای در بزم تمای خوجستا فالا در بزم تمای خوجستا فالا یعنی ببهش مای حلالا مای حلالا یعنی ببهش مای حلالا ماهی مو نوا یہ بے نوائی ماهی مو نوا یہ بے نوائی بسم اللہ گر حریف مائی بسم اللہ گر حریف مائی بسم اللہ گر حریف قامی قلل پر افتخار سرزمین است که افتخارش استقامت مردم و تراوتش تازگی بهاران را بازهام زنده می سازد. پامیر افق بلند دیروز و فردای روشن سرزمینی را بیان می آورد که عشق، شعر و موسیقی را به بشریت هدیه داده است. شرکت پامیر افتخار دارد که در 16 سال گذشته برنجی به نام پامیر را به مشتریان عزیز خود عرضه داشته است که الحق لایق این نام بزرگ بوده و از کیفیت، طعم و پخت بی‌نظیر برخوردار می باشد. مراکز پخش برنج پامیر در اروپا: شرکت پامیر هامبورگ، شرکت ساعت دوسلدورف، شرکت پامیر لندن. خب فیصل جان، شما میتونین فعلا صحبت کنین. تشکر بسیار زد. سلام علیک، فیصل هستم از استانبول. اول میخواستم برای اکبر جان بگم که بسیار خوب میخونم. دوم دیگه که افغان ها که زنگ میزنن باید ما جوان ها را تشویق کنن و نه کل غلطی ها را بیرون کنن و پیش کل نفر ها را کم بیارن. اینمی گپ میخواستم بزنم. تشکر فیصل جان. تشکر بسیار. شنید گپ شما را اوجا شنیدن. تشکر فیصل جان. یما جان یکی دو تلفن برات میگیرم، خودت از جایت شور نخواهم. بله، باز میتونی که بر آهنگ بعدی تا آمادگی بگیری باش. بله بفرمایید، شما روی خط هستین. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و میمون عزیز شما. یما جان سلام به شما هم، بفرمایید. ما واقعا پروگرام گرم شما را تماشا داریم و یک چیز گفتنی که رابطه با آنرشان داریم بیست که فکر میکنم که ایشان شوقی میخوانند و همچنان کسی که طبلا مینوازه. دیگه خواهش ما یا امو نظر ما ای است که یا باید نزد یک استاد کار کنند و بعد از او دیگه در صحنه ظاهر شان بختر است که هم خودشان لذت ببرند مردم، ولی ما از کارشان راضی استیم. تشکر لطف کردین. خب یک تلفن دیگه هم براتون میگیرم. بفرمایید شما روی خط هستین. بله بله، سلام علیکم، بفرمایید روی خط هستین. سلام علیکم. سلام علیکم، شما خوب است آقای ارن صاحب؟ لطف کردین، مهربان. شما بگوین نظرتان در مورد یما جان. بله میشنوین؟ بله میشنویم کاملا. ما زیاستم از آنبورگ تماس میگیرم. ما خواستم یک عرض حرب کنم برای خودتان و برای یما جان. لطف کردیم مهربان زیاد جان. بله؟ بله میشنویم، آوازتان کاملا میشنویم. دیگه خواستم که فقط اکبر جان را به عنوان یک چیز تشویقی باره
برشان بگم که صدای بسیار مقبول دارن، گرچه که ما اولین بار نیست که صدایشان بشنیم، بسیار شبا امرایشان ششتیم صدایشان نشونیدیم، بسیار مقبول میخونن، بسیار مقبول میخونن، برشان موفقیت آرزو میکنم، شب خوش میخوایم. تشکر زیاد جان، لطف کردین مهربان، این نظریات مختلف داشتیم، فکر میکنم کفایت میکنم. حالا یک آهنگ داتور استرگی رو واده کردین که میخوانین. خب اگر شما تا چی میکنین یک بینید دیگر هم برتون ریخت بیارم. بله بفرمایید، شما ریخت هستین؟ بله؟ خب بنا از خط ماندن، پس بفرمایید شما آهنگتان رو بخونین. دا تو رسترگه زما یادیگی، دا تو رسترگه زما یادیگی، زڑگای صبرو کلا صبرگی، دا تو رسترگه دا تو رسترگه زما یادیگی، زڑگای صبرو کلا صبرگی، دا تو رسترگه दातोर स्तर गए जमाया दे दियार दिदन छपके नवे یار دیدن چپکے نوے چیدی سمسور گلبان دس بکڑو ما داتو رستر گے زمایا دے گی زڑکائی سبروں کل سبری گی داتو رستر گے زمایا دے دا تور استرگیز مایا دیگی
تلفنم میگیرم برات بعد آهنگ به آخری خود میخوانیم درست؟ بله بیننده گرامی فرمایید شما روی خط هستین؟ الو سلام علیکم. سلام علیکم سر. حضرت سنگه جو پخیر تکا. جوڑم پخیر تا سنگه است. والا شکر تا دا جانان. دا تلویزیون ده؟ دا پیام افغان تلویزیون ده. نور سال جوری بخیر؟ جوریم پخیرم ورورت. سن نظر لری دا اکبر جان یا ما پا بارکی؟ والا بس بالکل پس گلاسه ماشاءالله یوم مخ بالکل یوم مخ داش خون. نور سال ده. یو خا. الو. یوا. یه آواز بشر که خب تشکر لطف از رای دور صحبت میکنن یک تلفن دیگران برتان میگیرم بله فرمایید شما روی خط هستین سلام علیکم سلام علیکم برادر پیام افغان بله آبا فرمایید پخش مستقیم هستن پخش مستقیم هست بله مزد میخوام فعلا که میخوانه همی چیست آبا برادر یک ساعت خان شما نفهمیدین خب بله فرمایید شما روی خط هستین ما سلام علیکم سر سلام علیکم سر شما از عالم زمان داریم راجب میاهای هنرمند بفرمایید بله بفرمایید نظرتان کوتاه بگوین نظر ما کوتاه نیست که کمی باید صدای ما را میشنون مگی یا بله میشنون بله صدای خوب مقبول دارن یا باید پیش کدام استاد اینا درس خواندن تشکر گفتند آغاز برنامه پیش استادای مختلف درس خواندن بسیار تشکر خب کفایت میکنه نظریات شاید در آخر باز یک جنبندی میکنیم همه صحبت ها را فعلا آهنگ آخرتان را بخواین که ما حدود 10 دقیقه یا 8 دقیقه دیگه داریم فکر میکنم آهنگ را که جبر ما یاد داشت دادین آل دلم یا آزاد میخواین هرچی دلتان است آهنگ آخر یک غزل است ما از زبان احمد ولی جان شنیدیم فکر میکنم آهنگ از شاعرها شاید باشه وسپی گل رویا دیوانه شوم یانه از وسپی گل رویا از وسپی گل رویا دیوانه شوم یانه نرل تایگی سویا نرل تایگی سویا زولانه شوم یانه از وسپی گل رویا زلف تو پرای شان منیش پرای شان زلف تو پرای شان منیش پرای شان در زلف پرای شان در زلف پرای شان من شان شوم یانه از وسط گل رویا عشقم با جنون ما
عشقم با جنون مائل عقلم با هنر نازل در کشمکش اردو در کشمکش اردو زولان شوم یعنی از وسط گل رویت از وسط گل رویت دیوان شوم یعنی در حلقه گی سویت نمیدانم که آخر شانه موی کی خام شد وگر نه تا قیامت خدمت شمشاد می کرده احمد استودیو احمد استودیو نمایندگی شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان در هامبورگ اعلانات تجارتی تبلیغات تصویری تهیه ویدیو کلیپ های هنرمندان عزیز را با استاندارد دیجیتال عادی تکنیک تهیه می دهد احمد استودیو تبلیغات تاجران عزیز را که اعلانات خیش را از طریق تلویزیون پیام افغان به نشر بسپارند به طور مجانی اجرا خواهد داشت. احمد استودیو زمینه همکاری تکنیکی، ارسال و پخش برنامه های لایو تلویزیونی را برای شما برنامه گذاران عزیز از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان مساعد می سازند. احمد استودیو همکار فرهنگی شما. برای معلومات بیشتر لطفاً به شماره تلفن 2049-176-48-34-04-81 خب بیننده‌های قدرمند شما نگرنده برنامه پنجره اروپا از شهر هامبورگ جرمنی هستین اکبر جان مانده نباشین آهنگای مقبول خواندین خب اینال شب‌های شب‌نشینی های زیاد خطیر کردین در هامبورگ نی؟ بله چه فرق داشتی برنامه با او شب‌نشینی ها؟ بله در شب نشینی ها آدم بسیار خود آزاد احساس میکنه چون همه دوست هست و اینجا چون برنامه لایو هست همه گی میبیند طبعا آدم یک کم زیر تاثیر هم میره واقعا خب باز مسئله در اینجا هست که از این برنامه شما شاید بسیار بیاموزین بله در شماره تلفن شما هم روی صفحه تلویزیون هست بله که نظریات دوستا هنرمندا اینا حتما به شما کمک میکنه خب یک بیننده دیگر هم که بسیار خواهش کردن عمران جان روی خط داریم نظر از اینا رو می‌داشته باشیم عمران جان شما روی خط هستین صحبت کنین بله سلام علیکم سلام علیکم خوب تشکر تشکر از شما با این برنامه بسیار مقبول زیبای شما باور کنید که یک ساعت برنامه شما را آنقدر ما را مفصول نگاه میکنه که لطف کردین میرم من عمران جان خوش میگذره با فامیل یک جا بسیار تشکر از شما همیشه برنامه های جالب داشتین لطف کردین عمران جان امشب از جوان تازه کار به خاطر میگم که یعنی در برنامه تلویزیونی خود به اولین دفعه لایف ظاهر شده واقعا بسیار مقبول بسیار زیبا بسیار آواز گیرا داشت ما تشکری از شما و از برای خودش بسیار زیاد مفکرت میخوایم تشکر عمران جان بسیار رای خوب پیش گرفتن و آینده بسیار بسیار درخشان دارن تشکر از شما با امید پیام مقبول و امید صحبتش بسیار شیرین ما هم به حد اندازه ببخشید کسی که بسیار مؤدب باشه بسیار متین باشه خوب صحبت کنه با دو طرف توجه به اصطلاح طرف توجه یک تعداد قرار میگیره یک تعداد هم مخالفت نشان میدن ما برنامه بسیار نرمال است بله بسیار بله این افتخار است که به این به اصطلاح معدب بودن خود و به این بسیار رفتار بسیار مقبول بسیار زیبا تشکر عمران گل وقت کم است لطف کردید
خب بیننده ها نظریات خود دادن، بازم شماره تلفن شما هست، اونا نظریات خود بر شما خواد دادن و امیدوار هستیم که از مجموعه این نظریات برای آینده هنری شما در مورد از اینکه شما بتانین کارهای موسیقی تان بیشتر خوبتر رونق بتین اکبر جان، این برنامه یک ساعته به مفاد شما بوده باشه. تشکر، زنده باشین. گفتنی دیگه داری چیز صحبت اگر دیگر گفتنی ندارم دیگر. اگر اشتباه در موزیک رو خدا را باشه بازم با عذر معذرت کلگی اشتباه میکنم. در اول برای شما گفتم که ما که طبل نواز خود نو معرفی شدیم، یک بسیار مدت کوتاه یک دو جلسه ششتیم تو هم یک همه هم نوایی نداشتیم، دیگر در برنامه بعدی یا در کش میکنیم که خوب تر شده. تشکر، برای شما موافقت آرزو میکنم. حسنی جان بسیار زیاد از طرف شما سپاسگزاری میکنم که بسیار تبلیغ مقبول نواختن. بیننده های قدرمند، تا تقدیم برنامه آینده هر یک شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.